خب ما تو این فصل رسیدیم به مواد 29 تا 39، یعنی میخوایم در خصوص حقوق اشخاص نسبت به چی صحبت بکنیم؟ نسبت به اموال. دقت کنید هر مبحثی رو که ما در خصوصش توضیح میدیم یه سری مواد داره که شما رو خونی میکنید، ما هم سعی میکنیم تا اونجایی که میشه فقط از روش رد بشیم، اما یه سری نکات کلیدی مهم داره که میتونیم بگیم ارزش سوال دادن داره. پس بنابراین من باید مواد 29 تا 39 رو یک بار از روش بخونم. حالا در کنارش یه سری نکات مهم داره، ما میخوایم اون نکات مهم رو به چالش بکشیم، با هم بررسیش کنیم، تجزیه تحلیلش کنیم. خیلی خوب، قانونگذار تو ماده 29 گفته اشخاص میتوانند نسبت به اموالی که در خارج موجود است دارای حقوقی باشند که آنها را حقوق عینی مینامند. بنابراین اگر میخوای درست بخونید یعنی این. خیلی خوب، فرض کنید که الان ماده 29، ماده 29 قانون مدنی اومده گفته که خب قانون مدنی در ماده 29 سه قسم از اون رو بیان کرده، اومده گفته حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاق. خیلی خوب، الان اینجا داره قانونگذار میگه اشخاص میتوانن نسبت به اموالی که در خارج موجود است دارای حقوقی باشن که آنها را حقوق عینی مینامند. خب حق عینی چی بود؟ اینجا باید تو ذهنتون بیاد وقتی میگم اینطوری باید مطالب رو بخونید، یعنی این حق عینی، حق عینی چی بود؟ حقی است که شخص به طور مستقیم و بیواسطه نسبت به چیزی پیدا میکنه. پس وقتی ما میگیم قانون مدنی در ماده 29 اومده سه قسم از اون رو بیان کرده، پس حق مالکیت جزء حقوق عینیه، حق انتفاع جزء حقوق عینیه، حق ارتفاق جزء حقوق عینیه. نقطه مقابلش چی قرار میگیره؟ حق دینی قرار میگیره که ما قبلا گفتیم. پس ما یه حق، یه سری حقوق عینی داریم، یه سری حقوق دینی داریم که حقوق عینی ما یه سری ویژگی هایی داره. ویژگی هاش چی بود؟ حق عینی حق مطلق بود، حق عینی دارای حق چی بود؟ تعقیب بود، حق عینی دارای حق تقدم بود. نقطه مقابلش حق دینی، حق دینی حق نسبی بود، حق دینی حق تعقیب رو نسبت به دیگران ندارد، حق دینی حق تقدم رو ندارد. پس بنابراین متوجه شدیم که الان برامون دوره شد. پس ما به اینا میگیم حقوق عینی. خب حالا یه سوال، قانونگذار اومده گفته قانون مدنی در ماده 29 سه قسم از اون رو بیان کرده، گفته مالکیت، حالا ام از عین یا منفعت، بعد گفته حق انتفاع، بعد گفته حق ارتفاع. پس مالکیت میتونه ام از عین یا منفعت باشه، میتونه حق انتفاع باشه، میتونه حق ارتفاع به ملک غیر باشد. حالا سوال بعدی، سوال بعدی این هست که اگر یادتون باشه ما وقتی اومدیم گفتیم حقوق عینی، اولین چیزی که باید یادمون باشه چیه؟ ما حق رو اومدیم تقسیم کردیم، گفتیم حق رو به مالی و غیر مالی تقسیم میکنیم. اینا مباحث گذشته است. حق مالیمون خودش تقسیم میشد به حق عینی و حق دینی، حق عینی خودش تقسیم میشد به حق عینی اصلی، حق عینی تبعی. خود حق عینی اصلی میشد مثل چی؟ مثل حق مالکیت، مثل حق انتفاع، مثل حق ارتفاع، مثل حق تهجیر، مثل حق شفعه. اما تبعی ها چی میشد؟ مثل حق وثیقه. چرا میگفتیم تبعی؟ چون میگفتیم شخص به طور مستقیم نسبت به ملک نه و نه به شخص مدیون حق دارد و این حق وثیقه برای شخص به تبع وجود یک دین ایجاد شده، برای همین بهش میگفتیم حق وثیقه یه حق عینی تبعیه. پس اینطوری یعنی رد نشید ازش. خیلی خوب، حالا پس ما حقوق عینی برامون دوره شد. بعد گفتیم که خب قانون مدنی هم اومده این حقوق عینی رو به ما گفته، مالکیت، مالکیت پس هم شامل عین میشه هم شامل منفعت میشه، حق انتفاع یعنی همون حق بهره برداری و حق ارتفاق از ملک غیر.
حالا دقت بکنید، اگر من به شما بگویم حق مالکیت کامل یعنی چی؟ یعنی حق مالکیتی که در حقیقت شخص هم مالک این بشه هم منافع. مثل چی؟ مثل عقد بیع، حق مشتری در عقد بیع، هم مالک اینش شده هم مالک منافع شده در اون بیع. اما اگر فقط بگم حق مالکیت این، یعنی شخص فقط مالکیت این رو دارد، مانند چی؟ مثل موجب در عقد اجاره. اگر بگم حق مالکیت منفعت رو فقط دارد، یعنی شخص فقط مالکیت منفعت رو دارد، مثل چی؟ مثل مستأجر در عقد اجاره. پس این میشه حق مالکیت. حالا حق انتفاع چی؟ در حق انتفاع میگیم برخلاف حق مالکیت منفعت که اومدیم در گفتیم این حق مالکیت شامل هم این هم منفعت میشه، برخلاف حق مالکیت منفعت برای شخص منتفع مالکیت ایجاد نمیشود، بلکه فقط شخص یه حق چی پیدا میکنه؟ یه حق بهره برداری پیدا میکنه، یه حق انتفاع پیدا میکنه. پس تفاوت اصلی مالکیت منفعت و حق انتفاع به لحاظ چی هست؟ به لحاظ وجود مالکیت. وقتی ما میگیم مالکیت منفعت، پس من یک حق عینی پیدا میکنم. اما وقتی میگیم حق انتفاع، من یک حق بهره برداری پیدا میکنم. برای همین میگیم در واقع تفاوت اصلی مالکیت منفعت و حق انتفاع به لحاظ وجود مالکیت یا عدم وجود آن است. وگرنه از لحاظ دیگه شبیه به هم دیگه. پس اینم حواسمون باشه. پس یا من میتونم حق مالکیت داشته باشم، پس میتونم مالکیت یک عین رو داشته باشم، یا مالکیت منفعت رو داشته باشم. پس کاملترین نوع حق مالکیت یا حق مالکیت کامل زمانیه که یک شخصی هم مالک عین باشه هم مالکیت منفعت باشه. مثل گفتیم چی؟ اگه مثال بزنیم مثل حق مشتری در عقد بی. اما اگه بگم فقط حق مالکیت عین رو دارد، مثل موجر در عقد اجاره، شخص فقط مالکیت عین رو داره. یا اگر بگم حق مالکیت منفعت، شخص فقط مالکیت منفعت رو داره. پس این هم از این نکته. پس اینجا یه نکته دیگه هم متوجه شدیم، تفاوت حق انتفاع. پس یه نکته کلیدی داره، تفاوت حق انتفاع با چی؟ با مالکیت منفعت. پس اگر به من گفتن چه تفاوتی وجود داره بین حق مالکیت منفعت و حق انتفاع، یعنی یه کسی مالکیت منفعت رو داشته باشه، یکی حق انتفاع داشته باشه، پس میگیم تفاوت اصلی مالکیت منفعت و حق انتفاع به لحاظ وجود فقط اون مالکیت است. تو وقتی میگیم مالکیت منفعت، یعنی شخص مالکیت داره. یعنی چی؟ یعنی شخص فقط مالکیت منفعت رو داره. ولی در حق انتفاع چی؟ حق بهره برداری داره. فقط شخص یه حق بهره برداری انتفاع از یک مالی رو داره، اما مالک نیست. پس اینم از این. پس یادمون باشه در کنار این ستا که قانون مدنی گفته حق مالکیت، حق انتفاع و حق ارتفاع، میگیم قانونگذار این ستا رو گفته، ولی ما میگیم غیر از این ما حقوق عینی دیگری هم داریم، مثل حق وثیقه در مورد رهن و معاملات با حق استرداد. پس اینم یه حق عینی دیگه است، حق طلبکار نسبت به اموال مدیون، نسبت به اموال مدیون در مورد ورشکستگی یا بازداشت اموال، یا همچنین در مورد انتقال مال به قصد ضرر دنیا. پس اینا هم حقوق عینی هست. یا حق تهجیر در مورد حیازت اراضی مبات، اینها هم میگیم جز حقوق عینی محسوب میشوند.
پس چه آثاری داشت این حقوق عینی؟ و وقتی ما میگیم حقوق عینی، پس یه آثاری باید داشته باشد. آثار حق عینی آن است که صاحب حق میتواند مستقیما در حدود قانون از مال مورد خودش چیکار بکنه؟ استفاده بنماید، میتونه اون رو تعقیب بکنه. یعنی چی میتونه اون رو تعقیب بکنه؟ یعنی در دست هر کس باشد آن را بخواهد. حالا در خصوص ویژگی‌هاش صحبت میکنیم. پس بنابراین این نکته رو هم حواستون بهش باشه. پس در حقیقت میخوایم بگیم یه شخصی که مالکیت منفعت رو داره با یه شخصی که حق انتفاع داره، غیر از بحث مالکیتش که در حق انتفاع مالکیت وجود ندارد، حق بهره برداری داره. در حقیقت میخوایم بگیم که پس حق انتفاع یک درجه ضعیفتر از مالکیت منفعت هست. پس اینم در خصوص نکاتی که در خصوص ماده 22-29 قانون مدنی با هم مرور کردیم. بریم سراغ ماده 30 قانون مدنی. پس دیگه مورد دیگه ای نباید داشته باشه. یعنی ما در ماده 29 حقوق عینیمون رو شناختیم، سریع نقطه مقابلش چی به ذهنمون میاد؟ حقوق دینی. دیگه چی؟ میفهمیم حقوق عینی چه آثار و امتیازاتی دارد که بهتون گفتیم. بعد اگه به ما گفتن مثلا حق مالکیت کامل، دیگه هول نشیم. یعنی چه حق مالکیت کامل؟ پس کسی که هم مالکیت عین داشته باشه هم مالکیت منافع رو داشته باشه، ما میگیم این حق مالکیت کامل. مثالش هم زدیم. اما بریم سراغ ماده 30 قانون مدنی. پس میبینیم اینجا دیگه نکته دیگری باقی نمیماند. اما ماده 30 قانون مدنی، خب در ماده 30 قانون مدنی دقت بکنید، ما میخواییم یک تعریفی از چی بکنیم؟ یک تعریفی از در حقیقت بیاییم از مالکیت. مالکیت یعنی چی؟ عبارت از رابطه‌ای که بین شخص و یک چیز مادی تصور میشه. پس قانون آن را معتبر میشناسه. پس به مالک حق میدهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری بکنه. پس ببینید ماده 30 قانون مدنی رو وقتی که شما میخونید، در ماده 30 قانون مدنی میخواد بگه که چی؟ ماده 30 قانون مدنی رو اگر نگاه بکنید، ماده 30 رو یک طور از روش بخونید، میگه هر مالکی نسبت به مایملک خود هر گونه حق تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. پس این قاعده، این ماده حاوی چی هست؟ این ماده حاوی قاعده تسلیط هست. خب قبل از اینکه قاعده تسلیط رو بگیم، یه نکته رو بگیم. وقتی ما داریم میگیم بحث از مالکیت میکنیم، پس مالکیت یعنی چی؟ یه حقی مطلق انحصاری و دائمی که شخص نسبت به یک مالی دارد. پس به او اجازه میدهد که از تمامی منافع اقتصادی آن بهره‌مند گردد. پس چه ویژگی هایی دارد این مالکیت؟ وقتی که قانون مدنی میگه در این زمینه مقرر میدارد که هر مالکی نسبت به مایملک خود هر گونه در حقیقت تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد، ما میخواییم بگیم که پس یعنی این حق مالکیت یک حق مطلقه، یک حق انحصاریه، یک حق دائمی هست که حالا تو جلسه بعد در خصوصش توضیح میدیم. دقت بکنید. پس ما میخواییم تو جلسه بعد در خصوص این ماده 30 که قانونگذار داره میگه مالکیت عبارت از یک رابطه بین شخص و یک چیز مادی، پس این ویژگی هاشو باید
بدونین. پس مالکیت به من یک حق مطلق میده، به من یک حق انحصاری میدهد، به من یک حق چی میده؟ دائمی میدهد. حالا تو جلسه بعد بیشتر در خصوصش توضیح خواهیم داد.